متهم شدن رئیس جمهور غنی به استبداد قدرت و بردن کشور به سوی پرتگاه. پس از تنش‌های اخیر میان حکومت و جمعیت اسلامی، احمد ضیا مسعود معاون این حزب رئیس جمهور غنی را به استبداد قدرت متهم می‌کند و می‌گوید که آقای غنی کشور را به سوی پرتگاه می‌کشاند. آقای مسعود همچنان می‌گوید که توزیع شناسنامه‌های برقی دامن زدن به نفاق میان اقوام افغانستان است. او همچنان رئیس جمهور غنی را ماجراجو خوانده و میگوید که او یک شخص روانی است و وطن را به سوی فتنه میکشاند. اما حقیقت چیست؟ مخالفان سیاسی تشنه قدرت هستند یا رئیس جمهور غنی انحصارگرا و ماجراجو است؟ سلام، به برنامه خط کابل خوش آمدید. من رازقیار هستم و مهمانم برای بحث بیشتر این موضوع حبیب الله جانبدار، عضو حزب حق و عدالت، و تا دقایق دیگر هم هارون معترف، فعال سیاسی با ما میپیوندند. آقای جانبدار، به بحث ما خوش آمدین. واقعا فکر میکنین چه چیز باعث شده که در این اواخر انتقادات علیه حکومت وحدت ملی و مخصوصا آقای غنی بیشتر شود؟ میپذیرین که آقای غنی مستبد، قدرت طلب و این گونه قومگرا است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به بینندگان معزز تلویزیونی خورشید. شما میفهمین که انسان ها همواره وابسته به منافع فردی، گروهی و بالاخره کشوری و هویتی خود هستند. ولی بعضا افرادی که کوتاه‌اندیش باشن، اونا بیشتر و بیشتر راجع به منافع فردی خود بیشتر میاندیشن. یعنی کسانی که حکومت را انتقاد میکنن بیشتر به منافع شخصیشان ترجیح میدن. منتقد خوب هست. کسایی که اتهام میبندن، کسایی که افترا میکنن، کسانی که دشنام میتن. مثلا مثال ببرین، کدام حرف دشنام است؟ کی افترا میکنه و کی هم تا قضاوت مردم بایدی باشه. کسی که دشنام میته، افترا میکنه، اتهام میبنده، او تکلیف روانی داره؟ یا کسی که میخواهد که جامعه از لحاظ اقتصادی به یک سطح خوب رفاه برسه و کشور دموکراسی خوب داشته باشه، نظام خوب داشته باشه و علیه فساد و مافیا مبارزه خوبتر سازماندهی شود، کی تکلیف روانی داره؟ این حرف های شما مخالف حرف های آقای مسعود هستن. آقای مسعود میگن که آقای غنی کشور را دچار بحران اقتصادی ساخته، کار را از مردم گرفته، وضعیت امنیتی بدتر شده و همین گونه میگن که اینها وحدت ملی را میان اقوام افغانستان از بین برده. عرض کنم شخصیت آقای مسعود برای ما قابل احترام است، لیکن اظهاراتش کاش که خودش جمعی بود که میپرسیدیم که آقای مسعود زمانی که شما در قدرت بودین، زمانی که شما اختیارات داشتین، زمانی که شما امتیازات دولتی را به محابا به کار میبردین، او وقت همه چیز درست بود. اما مردم شاهد حرف های تند آقای مسعود زمانی که در قدرت بودن در ولایت های مختلف، بدخشان، جوزجان و ولایت های دیگه بودن که حرف های تند را با ادرس حکومت وحدت ملی داشتن. او حرف های تند را زمانی گفت که میدید که دیگه رونده هست و سیگنال های را گرفته بود، لیکن قبل از او خودچونی نبود. یکی دوم، نو یک قانون داریم، قانون جزا یا کود جزا که 916 مواد در او تصویب شده و امی مواردی که در رسانه های اجتماعی و همچنان در رابطه به رئیس جمهور و در رابطه به اشخاص ذاتی اگر کسی افترا و توهین را برای می اندازه و یا مرتکب چنین یک اقدامات میشه، مستوجب مجازات است. اگر یعنی آقای مسعود از دید شما و از دید من باید تارنوال در پیشوریش استعلام بگذاره که شما یک کلان و رئیس جمهور متهم به تکلیف روانی میکنید. اما واقعا فکر نمی کنید که حرفای آقای مسعود تا جای هم حقیقت است؟ مثلا شما وضعیت جاری را در کشور میبینید، ما به کدام طرف در حرکت هستیم؟ هر روز یک کسی میاد در برابر حکومت وحدت ملی استاد میشه، امر این حکومت نمیچله، وضعیت امنیتی خوب نیست، مردم کار نداره، اقتصاد نداره، هیچ چیز به جایش نیست. آقای جانبدار، این به این معناست که شما یک دزد میای به خانه و شما صاحب خانه را مجازات میکنین که چرا در بیت بسته نبود و هستن راجع به دوست تبصره نمیکنین. کسی که بغاوت میکنه،
کسی که قوانین نقض میکنه، کسی که منافی اولیای، هر کسی که قانون اساسی را نمیپذیره، امر رئیس جمهور را نمیپذیره، این بغاوت است. بغاوت. اما گزارش های نشر شده که بیشتر آقای غنی قانون را نمیپذیرن، نقض میکنن. عرض کنم شما که کلان خانه باشین، هیچگاه خانه خود در نمیتین، چرا که خودتان دو میسوزین. این عقلانیتی را نمیپذیره. من تعجب میکنم که چرا از این حالتی که میشه به طرف بهبود بریم و فروعات است، فروعات چرا به این حد عمده میسازین؟ ممنونتون که باش ما برمیگردم بحران حاد شود. بیاین سری مسائل اساسی صحبت کنیم که تامین صلح. خب این مسائل اساسی است چیزی که آقای مسعود مطرح کردن امروز. خب اونا سپاسگزارم، به شما برمیگردیم. آقای مطرف، به بحث ما خوش آمدین. آقای جانبدار، حرف های آقای مسعود را این گونه میبینن که اونها از قدرت پس شدن، میان یک چنین حرف های را مطرح میکنن و از دیدگاه آقای جانبدار، آقای مسعود مرتکب جرم شده و باید سارنوالی از اونها تحقیق بکنه. عجب. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. سلام و درود بر بیننده محترم. خب من در جریان صحبت‌های بزرگوار نبودم. اجازه بدین که از اینجا به عنوان مقدمه آغاز کنم که حکومت توافقی کابل یکی از حکومت‌هایی که به عنوان حکومت باعث سرفگندگی، شرمساری و یک حکومت رسوا و افتضاح در طول تاریخ افغانستان شکل نگرفته بود. یک، آنچه امروز ما میکشیم و قربانی میپردازیم و مردم هر روز به خاک و خون میغلطن، ناشی از سیاست های کجدار، مریض و بیمارگونه آقای کرزی دار دستش است. آقای غنی ببخشین. در این جای شک هم نیست که شباهت زیادی به حکومت آقای کرزی هم دارد. بنابراین یک حکومت به شدت فاشیست و یک حکومت به شدت بیمار و یک سیاست به شدت قومگرایانه و یک حکومت که هر روز در صدد توطئه‌چینی، در واقع نفرت انگیز و سیاست بس. شما موافق حرفای امروز آقای مسعود هستین؟ من نه تنها که موافق حرفای آقای مسعود هستم، بلکه هر روز شبیه حرفای آقای مسعود را مردم، چه در جامعه مدنی است، چه در احزاب سیاسی است، حتی کارمندان و کسانی در درون حکومت، در درون نظام فعال هستند و کارمند هستند، هر روز از این حکومت ناکاره و بی‌کفایت بغاوت می‌دانند و به یک نحو میگن که این حرف‌ها توهین است به آدرس آقای غنی. خب دیگه حالا اینا چوکی توافقی را یافتن، چرب و نرم دیگه پول است و به اصطلاح حمایت آمریکا است و در واقع پی پی اس است و موتر زره است و اینا یک نوع راحت طلب شدن، فکر میکنن که در دوران عبدالرحمن خان به سر میبرن، در حالی که خواب خیال یکتازی و سیاست های فاشیستی عبدالرحمن خانی زمانش گذشته. سپاسگزارم. بفرمایید آقای جانبدار. دیگه زورگویی دیگه پایان یافته، اینا در یک توهم به سر میبرن. ممنونتون آقای جانبدار. دوره زورگویی پایان یافته و دیگر ممکن نیست که حکومت عبدالرحمن خانی در افغانستان حاکم باشه. یک خواهش می است که شما اجازه بدین وقتی که من عرایض خود تقدیم میکنم که جملات من تکمیل شود. اول احترام به دوست ما، به برکت، به جوانیش، به شما عرض کنم که مقایسه شرایط عبدالرحمن خانی با شرایط کنونی ای ظالمانه هست، عادلانه نیست. چطور یعنی؟ ما ببینین، ما در اینجا قانون اساسی داریم، در اینجا تفکیک قوا موجود است، قوای قضایه وجود داره، قوای مقننه وجود داره، قوای اجرایه وجود داره. شرایط عبدالرحمن خانی زمین تا آسمان تفاوت داره. در اونجا کلم و نارها جور می شد، در اونجا سربریدن ها بود و وحشت بود. اما در حکومت وحدت ملی هم به یک نحو وضعیت ظاهر همون گونه هست آقای جانبدار. یک چیزی دیگه است، من میگم چرا اون زمان شاید حکومت سر مردم را میبینید، اما امروز طالب و داعش میبینید. اجازه بدید که من توضیح بدم. حالا بیخ مردم را میبینم عرض کنم. یک مسئله خوب بسیار روشن است، ما در یک مورد توافق داریم نی؟ که احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور است. هست یا نیست؟ شما موافق هستین با این گپ؟ در قانون اساسی نیست. هست خب که وقتی که هست، آقای ولی مسعود برادرش است و باید از برادر خود پیروی کنه. آقایین دیگه که در جمعیت اسلامی هستن، از برکت امو احمد شاه مسعود امروز اینا صاحب نام و نشان شدن، باید از او پیروی کنه. یعنی میگن پیروی نمیکنن؟ نمی، اونا آقای احمد شاه مسعود همیشه میگفت که من یک افغان هستم،
هیچ وقت با کلمه افغان مخالفت نمیکرد. تو که با توزیع تذکره الکترونیکی مخالفت میکنی، دلیل چی هست؟ خب یک بخش، یک حلقه خاصی که خلاف هویت ملی موضوع گیری میکنه، میخواین که اونمو را تشجیه کنین و حمایت بکنین. در حال اگر شما واقعا پیروی اون شخصیت هستین، اگر واقعا شما با منافع ملی اعتنا دارین، اگر واقعا منافع شخصی پیشتان مطرح نیست، اجازه بدین که این مسئله را آقای مطرف واضح بسازن. آقای جانبدار، برمیگردیم، با شما وقت کافی داریم. آقای مطرف، حرف های آقای جانبدار را شما شنیدین، کسانی که میان در برابر توزیع شناسنامه الکترونیکی استاد میشن در واقع مخالف دیدگاه آقای مسعود هستند. واقعا یک اگر از این منظر به این مسئله پرداخته شود، یک نگاه بسیار ساده اندیشانه است. حالا به احترام به بزرگوار آقای احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، اگر قرار می بود کسی بر او تحمیل میکرد چیزی را، به اصطلاح ایرانی ها دهن او کس را سرویس میکرد. بنابراین بر آقای مسعود هیچ واژه تحمیل نشده بود. فضای جنگی بود، این مسئله اصلا مطرح نشده بود. هیچ گاهی مسئله افغان و افغانیت و یا بیا مثل نادرخان و فرمان یک آدم صادر کنه همه تان مثلا افغان هستین، چنین چیزی را احمد شاه مسعود قهرمان ملی تجربه نکرده بود. اگر قرار می بود که بر احمد شاه مسعود از افغانستان دفاع، اگر قرار می بود که بر احمد شاه مسعود، بر قهرمان ملی چیزی را کسی میخواست تحمیل میکرد، از نه تنها که نمیپذیرفت، بلکه بیخ بنیاد او ظالم از بیخ برمیچیند. بنابراین مسئله شناسنامه برقی، حالا من نمیدونم پیشینه شما چه بحثایی کردین، شناسنامه برقی یکی از ضروریات مهم بر تمام شهروندان افغانستان است و خواست ما در همیشه ای بوده که به عنوان شهروند مثل سایر کشورها دارای شناسنامه هوشمند باشیم که هم بتونیم انتخابات برگزار شود، هم بتونیم هویتمان دو تسجیل شود و هم بتونیم خودمان را بر اساس از او شناسنامه بشناسانیم. ممنونتا. و بتونه به عنوان یک آینه تمام نوای هویت ما باشه. بنان هیچ گونه طرح تحمیلی واژه قومی را نمیپذیریم. برمیگردیم به شما ادامه خط کابل را پس از میان برنامه کوتاه دنبال کنید. ادامه برنامه. آقای جانبدار، میپذیرین که توزیع شناسنامه های برقی به گونه تحمیلی آغاز شده؟ اصلا خود من با کلمه تحمیل موافق نیستم، بخاطر از اینکه ما در تمام موارد عملا دیدیم که تای چند سالی که جامعه جهانی در افغانستان حضور داره، آزادی های بیش از نیاز جامعه ما بر جامعه ما وارد شده، بخاطر از اینکه ما در شرایط جنگ و در شرایط خاص قرار داریم. در اینجا ما میبینیم که آزادی های مطبوعاتی، آزادی های سیاسی، آزادی های اجتماعی، درست است ما برای آزادی مبارزه میکنیم، برای رفاه مبارزه میکنیم، لیکن شرایط خاصی افغانستان باید درک کرد. توزیع تذکره های الکترونیکی بسیار نیاز جدی هست و تذکر این دو کلمه ناشی از یا اقتضای شرایط عینی و محتوای جامعه ماست. مثلا ما میبینیم تمام شخصیت های بزرگ از وطن، همونطور که از آقای قهرمان ملی یاد کردیم که همواره خود افغان دانسته، هیچ بیانیش شما نمیبینین که او گفته باشه که من یا پشتون هستم یا تاجک هستم یا فلان هستم، افغان، از افغان دفاع کرده. اینا دیده کلمه افغان کسی که در اینجا میخواه کیر متنازی بسازه یا یک سوال را ایجاد بکنه، در حقیقت با همه تاریخی کشور خود جفا میکنه و با وحدت ملی جفا میکنه و شرایط ازی نیست. خب هر انسان حق داره که حتی جنسیت خود تغییر بتواند. در اروپا همینطور است، یک مرد میخواد که با زن باشه، مگه میخوام که من دختر باشم، او حقش است. لیکن در یک کشور به سطح ملی که تصمیم گرفته میشه از طرف سیاسیون، او باید تمام مواردش را بکنه. به سطح ملی منظورتون چی است؟ در کجا از کی پرسان شده که به سطح ملی است این روابط؟ قانون اساسی ماده 4ش شما بخونید، اونجا گفته که بر هر فرد باشنده ای سرزمین کلمه افغان اطلاق میشه. اما همین بند را هم اکثر تعداد زیاد از مردم افغانستان نمیپذیرن. آقای جانبدار، این تو نیست، یا آگاهیشان پایین است یا کتی بیگانه ارتباط داره، دیگه چیز نام سیوم برای زو گذاشته نمیتونم. چرا؟ روی جرگه که تشکیل شد و این قانون اساسی را تصویب کرد که با موافقه جهان و با موافقه مردم ما و در اونجا همه این نیروها نمایندگی داشت و بعد از او هم همین چراخ مسکوت گذاشته شد، هیچ کس چیزی را نگفت و مطرح هم نکرد و آله شرایط ازیم نیست، شرایط بسیار جنگی هست. بگذار که می تذکیرها
توزیع شود، چرا که حداقل در دیگه کشورها شما میبینید که حیوانات مرغهایش همه ثبت هستند، یک یسایه موجود است. برای ما این تذکیره اهمیت چند جانبه داره که هم برای رشد اقتصادی ما، هم برای انکشاف فرهنگی ما، هم برای تحکیم وحدت ملی ما و هم در معاملات بین المللی برای ما قوام و قوت میبخشه. بنابراین باید همه ما دست به دست هم بدیم، از این حمایت بکنیم و لبیک بگوییم به توزیع تذکیره. آقای مترف، میدونم در مورد حرفای آقای جنوبدار هم اشاره دارین. در کنار این میخوایم بپرسم که همه در این روزها به حکومت وحدت ملی انتقاد میکنه، اما حکومت هیچ گوش نمیگیره به این انتقادها، اصلا به دنبال این نیست که اصلاح بیاره در وجود خود. چی باید شود در این گونه وضعیت؟ در قسمت شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی اشاره شد، به صراحت باید گفته شود که احمد شاه مسعود یک تاجیک بود و با قومش و با تاجیک و با اینان نزدیک یک تاجیک بود. مطمئنم که باعث افتخار هر قوم، قومش باعث افتخارش است و از قومیتش آقای مسعود و قهرمان ملی هیچ وقت انکار نکرده و ای که خودش در هر جای افغان بگوید چنین چیزی وجود نداشته و ما هیچ گاهی نشنیدیم که آقای قهرمان ملی در هر جای خودش افغان بتراشه و افغان مطرح کرده باشه. اگر جایی مطرح کرده به طبیعی به شکل بدون از اینکه تحمیل شده باشد، به این جای شک نیست، شاید ما هم گفته باشم، ولی تحمیل و در واقع جبر نمیپذیریم. انسان آزاده هیچگاه جبر نمیپذیره. اگر قرار باشه من تاجیک را کسی بیاید بگوید که افغان هستی، این یک جبر است و این جبر را نمیپذیرم. و در مورد این که آقای بزرگوار پیشتر اشاره کردن که باید همگی یکی باشه و همه ما مثلا هویت واحد داشته باشیم، زیر نام افغان همگی را یکی ساخته نمیتونیم، چون افغان به معنای پشتون و این واژه قومی است و تعلق میگیره به قوم شریف پشتون. اما آقای جانبدار میگن به همه اقوام تعلق میگیره، به شرایط ملی و امنیتی است. اگر ایره به بار میاره که ما باید قبول بکنیم این واژه، اگر نگران شرایط امنیتی شرایط ملی هستن، ما بهترین واژه تاریخی که هم بار معنایی داره و هم به عنوان یک چتر بزرگ فرهنگی و تاریخی میتونه همه را در بر بگیره، او خراسان است. ما همه ما میتونیم خراسانی باشیم. اگر گم شده به نام هویت ملی داریم، ما همه ما میتونیم خراسانی ها باشیم، چون خراسان با هیچ قوم تعلق نمیگیره. هر شهروند و هر فردی که در افغانستان و در این خطه بزرگ تمدنی زندگی میکنه، میتونه زیر یوغ خراسانی بتونه مثلا به اصطلاح هویتشان تبارز بدن. بنان افغان یا پشتون نمیتونه هویت ملی شود، چنانچه مربوط میشه و تعلق میگیره به قوم پشتون. در قسمت سوال شما که چرا مردم از حکومت وحدت ملی شکایت میکنن و حکومت حرف گوش شنوا نداره، خیلی روشن است. یک حکومتی که مشروعیت قانونی نداره، یک حکومتی که از رأی مردم به وجود نیامده، حکومتی که از متن مردم بر نخواسته، پاسخگو نیست به مردم، یک حکومت حاکمیت خودکامه و مفسد. ممنونتان آقای جانبدار. قهرمان ملی هیچ جایی نگفته که اونها یک افغان هستن، اونها افتخار میکردن که یک تاجک بودن و بارها هم گفتن الهی که به استبداد یا جبر گفته باشن. در کنار این، اگر شما به دنبال یک هویت ملی هستین، به جای افغان باید واژه خراسان آورده شود. خب اینا خوب حق دارن نظریات خود داشته باشن، لیکن عرض کنم که امیال خود رسانه‌های اجتماعی صحبت‌ها و ویدیوهایی که از قهرمان ملی وجود داره، همه مردم میتونه او را بشنوه و ببینه، یک سند. چرا این دوم عرض میکنم، دوم در مورد خراسان، این مطالبه داعش است. ما بسیار متاسف هستم که داعش در دو فرم تبارز میکنه، یکی در دیریشی و دیگهش در لباس دیگه با موهای جولیده. خب این حرف را آقای معترف مطرح کردن، خب این هم داعش میخواد با داعش پیوند دارن؟ نه، خب اگه پایوان نداره نظریاتش یک چیز است. داعش میخواد که اینجا خراسان باشه و این هم توجیه به این نداره یک وقت ایران پارس بود. حالا ما نمیتونیم که یک ایرانی بخیزه بگوید که بدر من ایران قبول ندارم، چرا نام ما پارس بود؟ حالا ایران شده، ایران من قبول ندارم. در جوامع بشری، در جغرافیا، در سطح جهان و یک وقت هیچ اصلا کشورها به همین حدود سقوط نبودن. حالا در سطح بین المللی اینمی طور یک حالت به وجود آمده و نیچرال کلمه افغان مربوط به پشتون نیست. اگر مربوط به پشتون می بود، خب پشتون چی معنا داره؟ یک قوم دو نام داشته میتونه؟ مثلا تاجک بسیار خوب مطرح کرد، تاجک و تاجک است، ولی نمیذاریم که تاجک یک نام دیگه هم سرش بگذاریم. پشتون معلوم است، لیکن افغان همگی افغان است. سپاسگزارم. من پاسخ خود گرفتم. آقای معترف، خواستا و مطالبات شما
هماهنگ با داعش است. جالب است. خب داعش یک پدیده است که این روزها حالا سر در آورده و بالاخره از خاورمیانه و اونم یک پروژه است. در افغانستان هم کسانی که بحث داعش میکنن معلوم است که اون نکتایی دارایی که در پشت پروژه داعش قرار دارن کانونای توطئه خب اینها شما را متهم کردن کجا آوردن و چیگونه با چرخ بالا اینها میگن که افکار شما به نظر افکار داعش این معلوم است که افکار کی داعشی است در افغانستان کدام گروه از کی از داعشی کیها اینها مشخصا گفتن که افکار شما همانند افکار داعش است. بیان شما هم بازی که نظر دارید افکار کی است همانند افکار داعش. اگر هویت خراسانی بزرگ که ارزش تاریخی بود امروز ما ربطش بدیم به داعش، حالا با احترام ایشان یک برداشت بسیار بسیار کودکانه است که ما اون تاریخ بزرگ را با داعش امروز مثلا ارتباط بدیم. داعش ادعا بکنن، اما تلفیق کردن ارزش تاریخی خراسان با داعشی های جولیده امروز که مثلا اینا بخواین ما را پیوان بدن، من فکر میکنم که یک بحث بسیار 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 کوچه و بازاری است. در بحث شناسنامه‌های برقی من میدانم که آقای جانبدار تاریخ خواندن که افغان یا پشتون یکی است، یعنی واژه‌های مترادف است، واژه افغانی، زبان تشکر. افغانی، قوم افغان معلوم است که پشتون است. اما اینکه که ما بیاییم امروز انکار کنیم و در اصلا در چشم مردم خاک بزنیم از حقیقت انکار کنیم، این دیگه بستگی با مو اهلیت و شخصیت هر فرد داره. ممنونتون آقای جانبدار، شما دیدگاهتون همانند دیدگاه کودکان است. در مورد راه حل هم بگوین چه باید چه وضعیت را شما میبینین؟ در یک میز دو نفر جور نمیه بالای ما جور میبینیم توزیع شناسنامه برقی تمام مردم افغانستان چگونه جور میه؟ خب او مربوط میشه به شخصیت برادر ما، برای ما قابل احترام است نظریاتشون، ولی عرض کنم که من هم یک وقت تو فکر میکردم که افغان پشتون، ولی بعد از تحقیق مطالعه متوجه شدم که نه، افغان مشمول همه اقوامی که در افغانستان سکونت داره میشه و پشتون جزی از این هست، نه تنها که کل باشه بلکه جزی از این افغان بوده میتونه و برای ما از هر حیث این کلمه نافع است، محترم است و همه ما مشترک هستیم. سپاسگزارم. خیلی کوتاه. خوب شد که تحقیق کردن. من از جانبدار صاحب خواهش میکنم تحقیقشون رو بیشتر کنه که افغان و پشتون یکی است، اما طور که فارسی و پشتو و دری و فارسی یکی است. بسیاری ها باور داشتن که مثلا دری جداست و فارسی. امیدوارم تحقیقشون رو بیشتر کنم. آقایان جانبدار و معترف، از حضورتان در برنامه کنونی خط کابل و تشکر از همراهی شما همچنان. تا بعد، خدا نگهدار.